شما میگی سیمان رو ما ارزان کردیم الان سیمان در بورس میدید کیسه 23 هزار تومن تو بازار 43 هزار تومنه کیسه 20 هزار تومن تو جیب کی داره میره بیش از 219 واحد تولید موتورسیکلت در این سرزمین وجود دارد این تعداد واحد تولید موتورسیکلت دو برابر واحد تولیدی مشابه در کشورهای چین و کره جنوبی ژاپن هند بنگلادش تایوان مالزی اندونزی فیلیپین و ترکیه است چرا حدود 280 واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان چه خبره چه راندهایی به نام تولید فولاد و توزی می شود اینا میخوان تا سه نسل دیگر ما را نابود کنند تا این راندها جا بماند بله پس این مقایسه های آورانه ما به این نتیجه می رسیم که اصولا واحد تولیدی و صنعتی در ایران یک پوشش استتاری برای چپاول و قارد است نه تولید و اشتغال هرچند اولویت اصلی سیاست خارجی رژیم ملاها در ایران گسترش نفوذ در خاور میان است اما این کشور در عین حال سعی داره نفوذش رو در قاره آفریقا هم گسترش بده رژیم ایران با استفاده از شعارهای حمایت از مستضعفان جهان در تلاش برای ایجاد روابط با کشورهایی که یا مثل کشورهای آمریکای لاتین سیاستها و اندیشههای ضد غربی دارند یا همچون برخی از کشورهای آفریقایی همیشه کولهبار فقر و تنگدستی رو به دوش میکشد سیاست گرایش به سمت آفریقا در واقع در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که توجه به آفریقا رو به عنوان راهبرد تقویت روابط جنوب با جنوب توصیف میکرد آغاز شد اما اون راهبرد در زمان حسن روحانی که تلاشش بر تقویت روابط با غرب متمرکز بود اندکی در هاشیه قرار گرفت با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که سیاست گرایش به سمت شرق رو دنبال میکنه ایران بار دیگه در صدد احیای راهبرد احمدی نژاد در آفریقا و بازگشت به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی برامده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتصب در ایران در دیدار با سفیر جدید کشور توگو در تهران ضمن تاکید بر احیای راهبرد ایران در قبال آفریقا گفت قربی ها در طول تاریخ عمدتا به دنبال استعمار و استثمار کشورهای قاره آفریقا بودند و امروز هم به اشکال مختلف امیال و منافع خودشون در این قاره رو دنبال می کنند. او افزود ایران از استقلال توسعه و شکوفایی کشورهای آفریقایی حمایت میکنه و تلاش برای برقراری و تقویت روابط با کشورهای آفریقا رو در فهرست اولویت های سیاست خارجی خودش قرار داده. او همچنین خاطر نشان کرد تهران خواهان توسعه همه جانبه روابط با کشورهای آفریقایی از جمله توگو در راستای منافع مشترک ملت هاست. رژیم جمهوری اسلامی ایران میکوشه با استفاده از اندیشه ها شعارهای انقلابی حمایت از مست از افان و ملت های ستم دیده و مقابله با استعمارگران روابط خودش رو با کشورهای آفریقایی گسترش بده تا توانایی خود در راستای توسعه آنچه محور مقاومت مینامه به نمایش بذاره. تهران تلاش داره روابط تجاری، نظامی و دریایی خودش با برخی از کشورهای آفریقایی توسعه پیدا کنه و هدف اصلی اون از گسترش نفوذ در آفریقا تلاش برای رقابت با حضور و منافع کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل در این قاره است هدف از این سیاست که محور اصلی راهبرد جنوب جنوب احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به شمار میرفت تقویت روابط ایران در عرصه های مختلف تجاری و فرهنگی با کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبیه بعد از پایان نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی ایران از نخستین کشورهایی بود که روابط خودش با آفریقای جنوبی را از سر گرفت و دو کشور از اون زمان تا کنون در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه تجارت روابط مستحکمی دارد به رغم دشواری های اقتصادی و آشفتگی های داخلی ایران همواره در تلاش برای تقویت روابط خارجی خود بوده و این امر را عامل اصلی در راستای گسترش نفوذ خودش میدونه رژیم ملاهای ایران با استفاده از برقراری روابط دیپلماتیک امنیتی مبادلات تجاری حمل و نقل دریایی و برنامه های فرهنگی تونسته به نفوذی جزئی در قاره آفریقا دست پیدا کنه هرچند سیاست رژیم ایران در قبال آفریقا در ابتدا بر اساس منافع داخلی و بلندپروازی به منظور صدور دیدگاه های انقلابی ایران به جهان استوار بود اما اعمال تحریم ها باعث شد که تهران برای کاهش بحران اقتصادی و مقابله با انزوا روابط خود با سازمان های دولتی و غیر دولتی در آفریقا رو توسعه بده به همین دلیل رژیم جمهوری اسلامی ایران تلاشهای خود با هدف گسترش نفوذ در جوامعی با اکثریت مسلمان به ویژه در کشورهای ساحل شمالی آفریقا و کشورهای واقع در ساحل دریای سرخ بابل و شاخ آفریقا را آغاز کرده و اکنون میکوشه تا نفوذ خودش در این قاره در مقابل حضور آمریکا و اسرائیل و تثبیت کنه. ایران با برقراری روابط نظامی با کشورهای غرب آفریقا سهم کوچیکی در استقرار زیر ها برای گشتزنی در دریایی سرخ گرفته. از طرفی در زمینه روابط فرهنگی در قاره آفریقا، ایران اقدام به تأسیس مراکز نشر اندیشه های شیعه کرده و به تدریس اصول مذهب شیعه در برخی از دانشگاه های کشورهای آفریقایی دست زده. در دانشگاه بین المللی المصطفى شاخه کشور سنگال مذهب شیعه علوم اسلامی تاریخ و فرهنگ ایران و زبان فارسی تدریس میشه و دانشجویان این دانشگاه علاوه بر غذای مجانی کمک های مالی هم دریافت میکنند در نیجریه سازمان اسلامی که وابستگی به ایران و تاثیر پذیریشو از اندیشه های خامنه ای به سراحت بیان میکنه از طریق روزنامه المیزان که به زبان حوسایی منتشر میشه به انتشار عقاید شیعه پرداخته و مجموعه بزرگی از مدارس، بیمارستان و مراکز فرهنگی و اجتماعی رو در شمال و جنوب نیجریه سرپرستی و حمایت میکنه. از طرفی دانشگاه های این کشور به جوانان نیجری بورسیه های تحصیلی برای تحصیل در مراکز آموزشی و دانشگاه های ایران اعطا میکنه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نقطه عطفی در مسیر گسترش نفوذ ایران در قاره آفریقا بود اما اکنون که اولویت های سیاست خارجی ایران دگرگون شده آفریقا بار دیگه به محور سیاست خارجی رژیم آخوندها در ایران تبدیل شده. به عبارت دیگه سیاست خارجی ایران در مواجهه با تحریم های کننده و انزوای دیپلماتیک توجه تهران رو به آفریقا معطوف کرده. به همین دلیل تهران در این اواخر تلاش میکنه تا نفوذش رو فراتر از پهنه خاورمیانه گسترش بده. در این میان متاسفانه تنها ملت ایران هستند که از این چرخش های ناگهانی دولت های مختلف پلید ایران آسیب میبینن و پول نفتی که باید سر سفره ایرانیا باشه به طرق مختلف خرج ملت های کشورهایی همچون نیجریه، یمن، لیبی و سوریه میشه. آی حرمزاده ها هنوز هم ما زنده ایم و به مبارزه ادامه میدهیم. درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید